خب آیا اینها اختیار دارند خود را بنمایانند و مرئی بشوند یا نه؟ حالا من قبل از این تذکر بدم که اینها همچون موجوداتی که خدمتکار رشد انسانی است. وظیفه‌شون اینه؟ بله اصلا، یعنی اصلا ببین شما هر موجود نازلی بسترساز رشد موجود عالی است. آها. انسان بالاتر گل سرسبد عالم خلقت. اینه که همه عالم بر سخر لکم ما فی السماوات و الارض، سوره جاسیه. درست. جمیعا من از جانب خدا تنظیم شد این برنامه. این جایگاه انسان اینه. این موجودی که بناس خدمتکار زندگی انسان باشه، یه عده انسان‌های به هر حال منحرف یا کنجکاوی زیادی دارن، میرن تا خدمتکار جن بشن. خب ارتباط با جن یعنی خدمتکاری جن. قبل از اینکه بفهمید، آیا اونها اراده این دارن که خودشون رو بنمایانند؟ عرض کردم قبل از اسلام این تا حدی این امکان وجود داشت. خود سوره سبع، سوره های دیگه نشون میده که در دوره حضرت سلیمان اینها ظاهر میشدن و شیاطین کلا بناین و غواص، دستجات مختلف داشتن، اون شرورهاشون کارهای عمرانی میکردن. خب ولی فقط در همون دوره حضرت سلیمان بود و بله، ما این رو به صورت پس نشون میده که در دوره قبل از اسلام امکان بله ظهور داشتن تا درجه و در خدمت انبیا بودن. بعد از اون دیگه از طرف اونها اراده نیست. اما اینکه جن بتونه که از جانب خودش ظاهر بشه، این امکان نداره. این در میون زمان هم از جانب به اراده الهی و به اذن الهی به در خدمت حضرت سلیمان بودن و آشکار شده بودن. درست. اون اذن الهی داشت. درست. اما معناش این نیست که الان مثلا انسان تو خونه باشه جنی قایم موشک بازی با انسان در بیاره. همون دوره هم نبوده. پس جنیان رو اینها مردم میدیدن در خدمت انبیا داشتن یه فعالیت های میکردن، تشخیص هایی داشتن، مردم فهمیدن این جن این انسانه. عجب. و تفکیک هم داده میشد. بله برو بشه این تفکیک داده میشد. ولی الان میفهمید که اونا اجازه ندارن. ولی خودشون ظاهر اونها به اراده الهی و به زیر تحت کنترل معصوم ظاهر بودن، یعنی چون در واقع مشیت الهی قرار گرفته بوده بر این، اونا این دوره رو از ابن ظاهر بودن. این مقدار ما گزارش داریم. ولی از اون به بعد دیگه نداشتن و ندارن الان. اساسا چون انسان مکلفه، جن شرور هم شیطان هم میخواد انسان رو از رو به در کنه. اگر به اراده خود، چون از در بسته وارد میشه، نمیشه در با در بسته مشکلی حل نمیشه. اینه که اگه اون بتونه خودش ظاهر بشه، میتونه زندگی زندگی به هم بریزه، اصلا عالم تکلیف رو چه مشکل میشه. به هر صورت از اول خلق به هیچ وجه جن امکان دخالت فیزیکی از جانب خودش رو در زندگی انسان ها نداشته، چه در گذشته در چه حال. خیلی از الان میریم تو اوج بحث. اینایی که پس میگن که ما دیدیم، ببینید مادری میگفت که من در دوره‌ای که مثلا نوزادی آورده بودم، مدتی نصف شبها که بیدار میشدم گاهی برای شیر دادن بچه یا چه، میدیدم یک مرد میانسالی چارزانو نشسته بالا سر تخت من، مشرف به تخت و بچه، گاهی به بچه نگاه میکنه، گاهی به من نگاه میکنه و لبخندی میزنه، ادا در میره و کاری هم نداشت البته. تو خوبی من هم چی میدیدم اینجوریه. پس این دیده شده. کس دیگری میگفت که من حس میکنم و واقعا لمس میکنم که اینا میان میافتن، آقایی میگفت میافتن رو سینه من و روی قفسه سینه من، ظاهرا از اونجا ارتزاق میکنن، نمیدونم، و معمولا هم بین طلوع آفتاب میان، یعنی بعد از اذان صبح تا طلوع آفتاب میان مثلا، و میافتن احساس سنگینی میکنم و حتی میگم که من مچاشون رو میگیرم، احساس میکنم مچ پشمالویی دارن، لمس میکنم، انگشتر من رو میبرن، انگشتری که فلان ذکر رو داره، اساس من رو میبرن میارن، گاهی عادت کردم البته میگفت و فلان و امثال اینا زیاد داریم. گاهی صداهایی رو میشنوند بعضی و بعضی هم رؤیت کردن. پس اینا چیه؟ ببینید من یه تذکر از دوره آقای امام جعفر صادق بدم. یکی از اصحاب امام جعفر صادق وارد منزل امام خواست بشه، پیشکار امام اجازه نداد برخلاف معمول. آفتاب ظهر هم بود، بیرونم هوا گرم بود، دو سه ساعت اینا معطل شدن، خیلی اذیت هم شده بهشون برخورد، آقا چرا اجازه نداد؟ بعد دیدن که بعد دو ساعت در باز شد، یه عده در قیافه مرتضای هندی خارج شده، این مرکب های هم ظهران شطورها بار شطور هم داشتن، سوار شدن را رفت. اینا وارد شدن، آقا احساس کرد که اینها پکرن، رفت ابهام کرد، گفت اینا رو شناختید؟ گفتن نه. گفت اینا برادران جنتون بودن، اومدن مسئله شرعی بپرسن.
خب پس دیده شدن، ببین دیده شدن به اون جه نمیتونه بفشناسه، آه نمیتونه بفشناسه به اون انسان در قیاف با اینه. یعنی اصلا کاری هم به انسان دیگران نداره، کاری به زندگی انسان نداره، صدمه نمیزن ابدا، یعنی اصلا قابل تشخیص نیست. آدی اون مادرم همینو میگه، میگه به شکلی که انسان نمیان بس دیگه نه اون بس دیگه است. خب اون داخل حریم خانه است، اون دخالت کرده. خب بس دیگه است اون، نه در کوچه بازار که همه رو دیده میشن این هم آدم میبینه باشه، من و شما کاری ندارن، هر کدوم بر زندگی خودشه، تفاوتی هم ولی اینها حتی بالاتر از این فرشتگان در روایات داریم، گاهی سائلی که میاد در خونه رو میزنه فرشته است. عجب. المسکین و رسول الله، گاهی اصلا مسکین رسول خداست، پیام ملکه آمده تا امتحان کنه انسان رو، اما انسان یه انسانی میبینه آمده، پس اینا وجود داره. خب این ربطی به اینکه به زندگی انسان